بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از صفات بسیار ارزشمند برای مؤمن، خصوصا برای مردان مؤمن، صفت غیرت و تعصب حق، صفت غیرت و خشم مقدسه. این یکی از بهترین صفاتی است که یه مؤمن باید داشته باشه، و اگه نداشته باشه قطعاً ضعف ایمان داره. اولا اینو عنایت بفرمایید، اولین غیور تو عالم خود خداست. اصلا غیور اسم خداست. ان الله غیور، روایت امام صادق علیه السلام، ان الله غیور یحب کل غیرتن، و هر غیرتی رو دوست داره. یا توی روایت دیگه یحب کل غیورن، هر غیوری رو دوست داره، مثل خودش، صفت خودش رو داره. چون غیرت این هستش که آدم حساسیت داشته باشه نسبت به یه سری حریم ها، نسبت به یه سری محترمات. و اول کسی که حساسیت داره خود خداست، نسبت به یه سری نوامیسش، مثل قرآن کتاب مقدس، مثل انبیاءش، اولیاءش، مثل دینش، حق الناس، اینا رو خدا روش غیرت داره. اول غیور تو عالم خود پروردگار عالم هست، و صفت غیرت رو تو هر کسی باشه دوست داره، حتی تو مشرک. خیلی عجیبه، حتی تو مشرک روایت هست از امام باقر علیه السلام که تو یکی از جنگ ها چند نفر رو حالا از مشرکین گرفتن، اینا اعدامی بودن. جبرئیل ناظر شد، گفت یا رسول الله، یکی از اینا صفاتی داره که خدا دوست داره اون صفات رو. چند تا صفت داره که خدا اون صفات رو دوست داره. یکی صداقت، با اینکه مشرکه ولی دروغ نمیگه. یکی سخاوت، دست و دلبازه. سوم شجاعت. چهارم خوش اخلاق با اطرافیاش، حسن خلق داره. و پنجم غیرت نسبت به ناموسش. این پنج تا صفت تو این هست: صداقت، سخاوت، شجاعت، حسن خلق و غیرت. اینو اعدامش نکنید. پیغمبر اکرم اینو گفت اعدام نکنن، کنار کشیدن. و اونا خب به هر حال کسانی بودن که کشتارهای انجام داده بودن، مستحق اعدام بودن، اعدام شد. این طرف اومد پیش پیغمبر، گفت من رو برای چی اعدام نکردی؟ چی شد؟ گفت فرشته وحی جبرئیل از طرف خداوند متعال ناظر شد، گفت پنج تا صفت تو هست که خدا اون پنج صفت رو دوست داره. خب این طرف نه خدا رو قبول داشت، نه پیغمبر رو، نه فرشته وحی جبرئیل رو، هیچی رو قبول نداشت، اما خودش رو که قبول داشت. میدونست این صفات تو خودش هست، دید یه حقیقتی هستش، یه واقعیتیش که داره خبر میده این پنج تا صفت تو ها، معلومه یه خدایی هست، معلومه یه چیزی هست. همونجا به دست پیغمبر اکرم مسلمان شد. خداوند متعال غیرت رو ولو تو مشرک، نه شرک رو دوست داره ها، نه شرک رو، اون صفت رو دوست داره. مثل یه قطعه الماس که تو لجن افتاده، یه قطعه الماس که افتاده تو لجن، آدم لجن رو دوست نداره، اون الماس رو که اون تو افتاده، اون الماس رو دوست داره. کمان که برعکسش، خداوند متعال از آدمی که غیرت نداره ولو عابد زاهد هم باشه بدش میاد، ولو عابد زاهد باشه بدش میاد. باز روایت تو بهار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده که قومی دوچار عذاب بودن، دو تا ملک رو خدا مأمور کرد برای عذاب این قوم. این دو ملک وقتی نازل شدن، دیدن یک کسی هست تو این قوم کمربسته داره عبادت میکنه. یکی از اون دیگری سوال کرد که این رو هم، این آدم عابده، زاهده، این هم باید عذابش بکنی. خدا فرموده، سوال کردن خدا، این هم مشمول عذابه. خدا فرمود این رو هم عذاب بکنی. ذالک رجل لم یتغیر وجهه غضبا لی، این کسی هستش که هیچ موقع اصلا خشم برای من نگرفته، هیچ جا تشر نزده به کسی به خاطر خدا، هیچ جا تعصب نورزیده، غیرت نورزیده. این رو هم مشمول عذاب هست، عذابش بکنی. ولو عابد زاهد. ما معمولا از غیرت وقتی میشنویم، غیرت ناموسی به ذهنمون میاد، ولی فقط غیرت ناموسی نیست، اقسامی داره.
یکی از اقسام غیرت، غیرت ملیه که آدم نسبت به ملت خودش، نسبت به کشور خودش، نسبت به مردم خودش، نسبت به افتخارات ملی خودش که هویت او هستن، نسبت به سابقه تاریخی خودش که هویت اون کشور هست، به هر حال نسبت به اونها حساسیت داشته باشه. غیرت ملی غیر از ملی‌گرایی ها، ملی‌گرایی بده. ملی‌گرایی یعنی یه تعصب کور که آدم فقط خودش رو قبول داشته باشه، دیگری رو نه. خب چرا دیگری رو نه؟ و این تعصب کوره. خب دیگران هم ممکنه یه افتخاراتی داشته باشن، یه نقاط مثبتی داشته باشن، آدم چرا بگه اون نه؟ تو خودتو اثبات بکن، چرا دیگری رو نفیش میکنی؟ ملی‌گرایی این استش که آدم یه تعصب کور داشته باشه، خودشو، نژاد خودشو، کشور خودشو، مثل نازیای آلمان مثلا، یعنی فقط خودشون رو برتر میدونستن، دیگران رو اصلا نه. یا مثل صهیونیستایی که دیروز من عرض میکردم، یهودی ها فقط خودشون نژاد برتر میدونن. خب اون نه، این یه تعصب کوره. اما اگر آدم نسبت به افتخارات خودش، نسبت به کشور خودش نفر نمیخواد بکنه دیگران، نسبت به افتخارات خودش وای سپاش، بگه این کشور ارزش داره، چرا کوچیک بکنه آدم خودشون؟ یه خود تحقیری هایی که گاهی مخواه بعضی ها دارن، مثبت های خودمون رو نمیبینن و دائم تو سر مثلا خودمون میخوام بزنن، این صفت بسیار منفیه و این چنین کسی غیرت نداره. بنابراین غیرت ملی چیز خوبیست. ما امروزه افتخار میکنیم به یک کسانی مثل ستارخان و باقرخان که اینا غیور بودن، غیرت ملی داشتن. زمان مشروطه که اینا تو تبریز داشتن، چون مشروطه خواه بودن و استبداد به هر حال زمان قاجار داشتن مبارزه میکردن، همون موقع انگلیس ها وارد شدن که مشروطه رو مصادره کنن به نفع خودشون. انگلیس ها وارد شدن همزمان ستارخان و باقرخان با انگلیس ها مبارزه میکردن، با اینکه مشروطه خواه بودن ولی اونا رو قبول نمیکردن، اونا طرفدار مشروطه خودشون رو نشون میدادن ولی اونا رو رد میکردن. همون موقع از کنسولگری روسیه تو تبریز پیام رسید بهشون که اگه میخواید انگلیس ها ترورتون نکنن، بیاید تو کنسولگری روسیه، ما از شما حمایت بکنیم. که اون جمله معروف رو ستارخان گفت که ما زیر بیرق ابوالفضلیم، بیرق روسیه نمیخوایم. ما زیر بیرق ابوالفضلیم، بیرق روسیه نمیخوایم. یعنی با اینکه با انگلیس ها داشت مثلا فرض کنید مقابله میکرد، اما پناه به روسیه هم نبود، چون یه آدمی بود که واقعا دوست داشت، کشورش رو دوست داشت، یعنی میخواست کشور خودش سربلند باشه. خب این غیرت ملی داره. یا امروز ما به یک کسی مثل رئیس علی دلواری، خدا رحمتش که ما افتخار میکنیم، رئیس علی دلواری، اگه یه موقع بوشهر رفتید، تا دلوار خیلی فاصله نیست، دلوار هم برید خونش، برید خونش، الان تقریبا شده یه مانند موزه. نوش هم اونجا هست که توضیح میده که چه چیزایی، به هر حال نوه خود رئیس علی دلواری، واقعا اگه آدم اونجا بره یک دنیا حماسه و غیرت و مردانگی و شجاعت و در این حال عشق به امام حسین، چون خیلی امام حسینی هم بود رئیس علی دلواری. خب اون زمانی که انگلیس ها از جنوب وارد ایران شده بودن، اشغال بخواستن بکنن، رئیس علی دلواری بود با تنگستانی ها و با دشتی های بوشهر در مقابل اونا وایستاد. خب این جای افتخار داره، افتخار آدم بکن. ما امروز ننگ میدونیم یک کسی مثل شاه سلطان حسین صفوی رو، آخرین شاه صفوی، او رو بی غیرت میدونیم. تو اصفهان بود، اصفهان به من پایتخت بود اون موقع دیگه، وقتی افغان ها حمله کرده بودن، فتنه افغان ها بود که به سمت اصفهان بود، اومدن بهش گفتن آقا دارن هجوم میکنن این فتنه گرا به اصفهان. گفت حالا که نیومدن، حالا تا دروازه های اصفهان خیلی فاصله است، حالا که نیومدن. گفتن بابا اومد رسید. خود این بی غیرتش بلند شد وقتی که اینا اومدن تو، بلند شد تاجش رو رفت گذاشت رو سر محمود افغان، دخترش رو هم پیشکش کرد. تازه بعد از این ذلت و خاری انقدر کشتار کردن تو اصفهان که اگه این آدم بی غیرت وای میستاد و مبارزه میکرد کمتر کشته میدادن، وای میستاد اگه مبارزه میکردن کمتر کشته میدادن. این هم ذلت رو کشید هم کشته داد. رهبر بزرگوارمون یه موقع میفرمودن که یه موقعهایی یا شاید خیلی از اوقات هزینه سازش بیش از هزینه چالشه.
اگه آدم وایسه هزینهش کمتره تا سازش بکنه. سازش بکنه هم ذلته، هم خیلی بدبختی های دیگه پشت سرش داره. ما امروز او رو یه بیغیرت میدونیم، شاه سلطان حسین صفوی رو، که دیگه آخرین پادشاه بود که سلسله صفوی هم دیگه جمع شد. البته غیرت ملی فقط تو بحث نظامیگری و بحث جنگیدن و این حرفا نیست. اون دانشجویی هم که وقتی که مثلا فرض کنید بخواد درس بخونه، حالا فرض هم میره خارج از کشور، ولی درسش رو که میخونه بر میگرده تو کشورش خدمت بده، بر میگرده به ملت خودش خدمت بده، با اینکه ممکنه اونجا خیلی امکانات براش فراهم باشه، اما برای کشور خودش میاد به هر حال خدمت کنه. اونم غیرت داره، اونم غیرت ملی داره. یا اون سرمایه داری که میتونه سرمایهشو برداره ببره یه کشور دیگه زندگی بکنه، اونجا سرمایه گذاری بکنه، پول رو پول بذاره و جمع بکنه، تو همین کشور میمونه با مشکلاتش، گاهی موقع از هفخان باید عبور بکنه تا کارهای اقتصادی رو پیش ببره، اما برای اینکه اشتغال زایی بکنه، برای اینکه ثروتش دو مرتبه برگرده به خود مردم خودش برگرده و سودش برگرده به مردم خودش، اینم غیرت داره. برای من غیرت ملی فقط تو نظامیگری نیست، موارد دیگه هم هست. این یه قسم غیرت. قسم دوم غیرت، غیرت ناموسیه، همونی که خب هممون میدونیم که انسان نسبت به ناموس خودش غیور باشه، حساس باشه. نه فقط یک مؤمن مسلمان نسبت به ناموس خودش، حتی نسبت به ناموس محترم دیگری. امیرالمومنین علیه السلام همه تون شنیدید تو نهج البلاغه، وقتی که حمله کردن معاویه و به هر حال اطرافیانش به شهر انبار، که الانم این استان الانبار که هست، حالا اون موقع کوچیک بود، زیورالات از پای یه زن یهودی، وقتی از پای یه زن یهودی که شهروند حکومت امیرالمومنین بود، محترم بود بالاخره، وقتی زیورالات دزدیدن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگه یک مسلمانی دق بکنه از قصه همچین تجاوزی به یه زن یهودی تو کشور ما، اینجوری زیورالاتشو بدزدن، اگه کسی دق بکنه از قصه، جا داره پیش من، ولو ان امرئ مسلما مات من هازا اسفا ما کان اندی ملوما، من ملامتش نمی کنم، بل کان اندی جدیر، بلکه شایست است. امیرالمومنین میگه فقط برای خودی. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی رو، این فقیه اهل بیتی با عظمت. ایشون موقعی که جوان بود، خب از جوانیاش تو حرم هست مرسومه سمول عربه در قوم نماز جماعت رو ایشون میخون، امام جماعت بود، زمانی که تقریبا تو همون زمان رضا خان بود کشف حجاب میکردن، رئیس پلیس قوم که میگفتن اون موقع یه آدم قلدر بیدین و بسیار بی ادب و هرزگویی بود، اومد تو حرم هست مصومه، رفت قسمت خانوما، رفت قسمت خانوما، چادر میکشید از سرها بندگان خدا هم همه. خب این رئیس کل مثلا کلانت، رئیس پلیس قوم بود اصلا، کسی جرأت نمیکرد. بزرگترایی که تو مجلس تشریف دارن میدونن زمان شاه رئیس پلیس که چیه، یک اصطلاح کسی که مامور کلانتری بود ازش همه حساب میبردن، میترسیدن. حالا اینکه رئیس پلیس چادر میکشید، همه فقط صدای یا صاحب الزمان، جیغ، داد، هیچ کسی نمیتونست کاری بکن. آیت الله مرعشی نجفی دیگه همون موقع نماز بود تقریبا، وقتی اومدید خیلی صدای جیغ و داد و فریاد یا صاحب الزمان اینا بلنده، اما چه خبره؟ گفتم فلانی اومده تو قسمت خانوما داره چادر میکشید، عباشو گذاش بودو بودو رفت اون طرف. خب جبونم بود اون موقع، محکم زد تو گوش رئیس پلیس قوم، محکم سیلی زد تو گوشش، این برق از چشش پرید، اصلا باور نمیکرد کسی او رو بزنه، شوک شد. گفت که سید حسابتو میرسم. آیت الله مرعشی نجفی ایشون میفرمود من یقین داشتم منو میکشه، یقین داشتم منو میکشه، ولی دیگه همون موقع سیلی رو خود رفت دیگه، من تونستم جلوشو بگیرم، رفت. و البته حالا شما گفت خدا لطف کرد به فردا نکشید، تو بازار قم یه اتفاقی براش رخ داد که همونجا مرد، یه قسمتی از بازار سقف فرو ریخته بود رو سرش، رفته بود اونجا همونجا مرد، به درک فاصل شد. مقصودم این هستش که نه فقط آدم ناموس خودش، که ناموس دیگران، نه فقط وایسه فقط نگاه کنه، احیانا به سر یه کسی داره یه بلایی میاره، فقط وایسه نگاه کنه،
متاسفانه تو کشور ما این غیرت ناموسی مثل عفت و حیایی که دیروز من خدمتتون عرض کردم در زنان و بانوان و بزرگوار ما مورد هجوم قرار گرفته، غیرت تو مردان مورد هجوم قرار گرفته. بعضیا یه مقداری از این جهت متاسفانه دچار بیغیرتی یا کم غیر دور از جون شما دچار بیغیرتی شدن. اون کسی که دست زنش یا دخترش یا مثلا خواهرش بدون حجاب، بدون اصلا لباس مناسب یا با یه لباس بدن نما دستش تو دست اون مردش، اون مرد غیرت داره؟ زنشو به نمایش گذاشته یا دخترشو یا حالا هر کی که هست بالاخره تو اون خونه‌ای که زن اونجوری میاد بیرون، اگر یه برادری، یه شوهری، یه پدری، یه کسی باشه با غیرت باشه که اون زن اونجوری بیرون نمیاد که. خب این معلومه که اون اجهد غیرت ضعف داره که این زن این شکلی میاد بیرون. دشمن قبل از این که عفت و حیا و حجاب رو بزنه، غیرت رو زده. و پشت هر زن بی حیایی، پشت هر زن بی حجابی یه مرد بی غیرت هست، یه مرد بی غیرت هست. این واقعیتی هست متاسفانه عزیز. ما ها معمولا تذکری که میدیم به خانوم ها میدیم، بگیم خانوم حیات رو حفظ کن، حجابت رو حفظ کن، فلان فلان. امیرالمومنین شما تو سیرش ببینید، حضرت امیر علیه السلام اول به مردها تذکر میده که آقا غیرت. حضرت امیر تو بازار کوفه یه نگاهی انداختی تو ازدحام جمعیت، تو ازدحام جمعیت زن و مرد کنار هم میرن. گاهی موقع ممکنه حالا مثلا کوچه ها کوچیکی بود دیگه، اون موقع مثلا ممکنه تنهاشون بخوره به هم، اصلا خیلی ناراحت شد، خطاب کرد مردان کوفه. ببینید خطاب به مردان داره میگه، مردان کوفه، من دیدم که زنانتون تو ازدحام جمعیت تنه به تنه مردان میرن، خجالت نمیکشید، غیرت ندارید؟ لعن الله من لا یغار، لعنت خدا بر کسی که غیرت نداره. امیرالمومنین خطاب به مرد میکنه که خودتو جمع کن و خانم تو یا دختر تو یا خواهر تو، اون کسی که به هر حال متاسفانه بعضی الان این شکلی شدن. دشمن قبل از اینکه حجاب و عفاف و حیا تو زن بزنه، غیرت رو تو مرد زده. خدا رحمت کنه آیت الله های بهشتی نجات رو تو اصفهان، داماد شهید بهشتی، شهید مظلوم، شهید بهشتی، داماد که میگم شوهر خواهره شهید بهشتی، داماد مقصودم اینه، شوهر خواهره شهید بهشتی، پدر دو شهید، پدر دو شهید بسیار بزرگوار الان هستن دیگه، بچه هاش هستن. ایشون خب خدا رحمتش کنه 50 سال پیش قبل از انقلاب با یه کاروان اصفهان اینا میرفتن عتبات، از مرز خسروی، از مرز خسروی میرفتن برای عراق و برای زیارت. ایشون میگه وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم که اون مأموری که پاسپورت ها رو داره نگاه میکنه به بهانه اینکه به هر حال باید تطبیق بده این عکس رو با اون چهره، به بهانه این میگه من دیدم این چشمش سالم نیست، خانم ها رو به هر حال خیلی خیره خیره و مدتی نگاه میکنه، میگه من دیدم این چشم ناسالمی هستش. نوبت به من که رسید گفتم آقا شما این همه زن میان عبور میکنن، خب یه مأمور زن بگذارید، یه مأمور زن بگذارید. گفت نخیر خودم باید ببینم، حالا من باش عربی صحبت، گفت من خودم باید ببینم. گفت خب من نمیذارم. گفت خب منم نمیذارم شما رد بشی. این کاروانی های ما، همراه های ما گفتن که آج آقا یه نگاه دیگه بیا بریم ولش کن شر رو بکن. گفت نه، زیارت مستحبه اما حفظ ناموس واجبه. زیارت مستحبه، خود سیدش آدم راضی نیست به هم چیزی که با معصیت ما بریم به زیارتش. اینا رفتن، اون کاروانیاش رفتن، ایشون موند تو مرز 3 روز موند، بلکه این مأمور عوض بشه، بلکه این مأمور عوض بشه، اینم سفت و سفر وایساده بود همون وقتایی که ساعتایی که باز بود، اینم وایساده بود. آیت الله آقای بهشتی نجات دید دیگه خب نمیتونه، یه سلامی از همونجا به سید الشهدا داد، برگشت کرمانشاه، یکی دو روز مهمان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، یکی دو روز مهمان ایشون بود و بعد با خانومش رفتن مشهد زیارت امام رضا علیه السلام و برگشتن اصفهان. اون کاروانیایی که رفته بودن برگشتن، اومدن بعضیاشون خدمت ایشون، گفتن حاج آقا داستان رو فهمیدن که ایشون نیومد، گفتن حاج آقا ما حاضریم ثواب زیارت رفتمون رو با این زیارت نرفته شما عوض بکنیم. امام حسین علیه السلام حالشون رو گرفته بود، اونجا مثل که خیلی مشکل برشون پیش اومده بود،
حضرت گوشیشون تاب داده بود. گفتن ما حاضریم ثواب زیارت رفتمون رو با این زیارت نرفته شما عوض بکنیم. گذشت. بعد از یه مدتی ایشون از دنیا رفت. چند مدتی گذشت از دنیا. پسر ایشون که الان هست میگه بابام سحر دوشنبه بود، ساعت 2:20 بود که دیگه از دنیا رفت. حالش خب از قبل سنگین شده بود و مریض شده بود، دیگه سحر دوشنبه از دنیا رفت. ما مجلس سومش هم که گرفتیم، یک دو روز گذشت، مجلس سومش هم گرفتیم، دیگه تقریبا کسی نبود خونه، دیدیم در میزنن. من رفتم دم در، پسرش میگه من رفتم دم در، دیدم یه جوان متدینی هست. به من گفتش که منزل آیت الله سید مصطفی بهشتی نژاد اینجاست. گفتم بله. و دنیا رفتن ایشون؟ گفتم بله. گفت دوشنبه شب از دنیا رفتن؟ گفتم بله. گفت ساعت 2:20. دیدم چه جزئیات داره میگه. گفتم خب بله، چیه مگه؟ گفت واقعش من نه پدر شما رو میشناسم، نه آشنایی دارم، اصلا مال اصفهان من نیستم، اصلا من مال اصفهان نیستم. من چند شب قبل خواب دیدم که دارم میرم تو حرم امام رضا، دیدم امام رضا علیه السلام داره میاد بیرون، امام رضا از حرم داره میاد بیرون. سلام کردم، گفت آقا کجا تشریف ببرید؟ فرمود الان یکی از شیعیان ما سید مصطفی بهشتی نژاد موقع مرگشه، میریم بالینش. الان یکی از شیعیان ما آقای سید مصطفی بهشتی نژاد موقع مرگشه، میریم بالینش. من از خواب بلند شدم، ساعت رو نگاه کردم، دیدم 2:20 است. حالا من سید مصطفی بهشتی نژاد نمیشتم، فقط حضرتم بود. میریم اصفهان، آقای حذیفی اومدم اصفهان، پرسان انقدر پرسجو کردم، گفتن که آیت الله سید مصطفی بهشتی نژاد خونش فلانجا. من اومدم ببینم جزئیات رو بپرسم، ببینم اون خوابی که دیدم درسته یا نه. حالا که دیدم درسته، فقط خواستم بهتون بگم امام رضا علیه السلام بالین پدرتون بود و امام رضا فرمود یکی از شیعیان ما. اومدم فقط اینو بهتون بگم که امام رضا علیه السلام فرمود یکی از شیعیان ما پدرتون و بالین ایشون بود. درود خدا بر شماها که الحمدلله همه تون با غیرتید و مردان با غیرت روزگار که این دورانی که حمله شده به این مسئله خودشونو میتونن حفظ کنن. البته از اون طرف من خیلی عذر میخوام ازتون، ما از اون ور نیفتیم، ما یعنی افراط هم نکنیم. خب بعضی از مقدسین هستن اصلا افراط میکنن، اصلا خانومشون اگه با مثلا محرمش، با داییش، با عموش بگو بخند داشته باشه ناراحت میشه. بعضی ها هستن اینجوری هم. بابا اینا محرمشن، با برادرزادهش، با خواهرزادهش مثلا روبوسی داشته باشه ناراحت میشن. بابا اینا محرمن، دیگه از اون ور دیگه نیفتیم، افراد دیگه نکنیم. یا حالا بعضی ها که مریضن اصلا، از خونه که میان بیرون اصلا تلفن مثلا خانومشون رو چک میکنن، در رو قفل میکنن، از محل کار زنگ میزنن که خانومشون خونه. اون که هیچی، اون که مریضه. ولی گاهی بخوادم از این ور بفهم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود غیرت بیجا زن رو به فساد میکشه. غیرت بیجا، زیاده از اندازه سخت گرفتن و زندان هارون درست کردن و فشار آوردن زن رو به فساد میکشه. واقعیت مطلب، یک کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا من خانومم میخواست بره مجلس ختم، یه مجلس ختم یکی از فامیلا، من اجازه ندادم. گفتم نه، بیرون نباید. گفت مگه حرام من بیرون برم؟ خانومم گفت مگه حرام من برم بیرون؟ من چیز جوابی نداشتم بدم. اومدم از شما بپرسم. امام کاظم فرمود از چیزی میپرسی که خب حکم خدا معلومه دیگه. خب اشکالی نداره، خانومت بخواد بره مجلس خط، بخواد بره مجلس زنونه، خب اشکالی نداره، بذار بره. بعد امام کاظم فرمود که پدرم امام صادق مادرم حمیده رو میفرستاد گاهی موقعا برای عیادت به هر حال زنان مؤمنه که مریضن، یا مجلس خط بشون میفرستاد. یعنی امام کاظم فرمود پدرم امام صادق مادرم رو میفرستاد تو این مجالس زنانه، تو داری جلوگیری میکنی. از اون برم آدم مواظب باشه که گاهی ما خشک مقدسی های فشارهای زیادی از اندازه رو، ولی اون غیرت لازم، اون مقداری که به هر حال ضروری است و خودمونم میدونیم به حد تعادل هست باید رعایت بشه. این قسم دوم غیرت، غیرت ناموسی. و قسم سوم که از همه مهمتر هست غیرت دینیه. اگر ناموس ما مهمه، که مهمه، ناموس خدا مهمتره. ناموس به معنی زن و بچه نیست که مثلا آخ حاج آقا مگه خدا ناموس داره؟
ناموس به معنی زن بچه نیست، ناموس یعنی محترمات، یعنی چیزایی که حرمت داره، محترمات. خب خدا یه چیزایی رو داره که حرمت داره دیگه. برای خدا انبیا حرمت دارن، برای خدا کتاب مقدس حرمت داره، برای خدا دینش و احکام دینش حرمت داره، برای خدا حق الناس حرمت داره. اینا میشن ناموس خدا، اینا میشن ناموس خدا. شما نگاه بکنید، غیرت دینی اینه که آدم نسبت به ناموس خدا، نسبت به این محترمات الهی محکم باشه. وقتی کتاب خدا رو دارن آتیش میزنن، البته درود خدا بر همتون، شما تو این جهت به هر حال هر موقع گفتن اومدید برای تظاهرات راهپیمایی اومدید، درود خدا بر همتون. به هر حال ببینید الان یه اتفاقی که داره میفته، به قول سید حسن نصرالله، خدا انشاءالله حفظش کنه ایشون رو، میگفت اگر صهیونیستا پشت این قضیه آتیش زدن قرآن باشن تو دانمارک، تو سوئد، قبلش تو هلند، تو انگلستان، قبلش اون کشیشی که تو آمریکا قرآن آتیش زد تو کلیسا، اگه صهیونیستا پشت این قضیه باشن، قطعاً یه پروژه است، قطعاً یه نقشه است. یعنی اینجور نیست که فقط یه نفر یه دیوونه‌ای مثلا اومده داره توهین میکنه، نه، یه نقشه است، یه طرحی پشتشه. این آقای سید حسن نصرالله تو همین چند روز قبل صحبت گفتم و واقعاً به نظر میرسه که همینه. و فقط تظاهرات کردن کافی نیست، فقط صرفا بعد از نماز جمعه ما دوتا شعار بدیم، حالا یا ما یا تو کشورهای اسلامی، فقط کافی نیست. واقعا این مطالبه رو ما باید داشته باشیم. البته حالا دولت ما این کار رو داره میکنیم، شاید هم زودتر کردن، ولی این مطالبه رو باید داشته باشیم. تمام کشورهای اسلامی باید محصولات کشور سوئد رو تحریم کنن، بیچاره میشیم. فقط پنیرش رو تحریم بکنن، مال دانمارک رو، اون پنیرش رو تحریم بکنن، بس بیچاره میشه او. این کار رو، همون حربه‌ای که این نامردها این همه سال علیه خود ما به کار بردن، بس تحریم، اگه مسلمان این کار رو انجام بدن. در هر حال مقصود این که یه مسلمان غیرت دینیش اقتضا میکنه که در مقابل حمله‌ای که به محترمات الهی، ناموس خدا میشه، اینجا وایسته. شما تو قرآن دیدید حضرت موسی علیه السلام 40 روز وقتی رفت کوه طور، این خیلی عجیبه، 40 روز وقتی رفت کوه طور برگشت، دید قومش گوساله پرست شدن. کتاب تورات رو که از خدا دریافت کرده بود، عرض میکنم این خیلی عجیبه، برای بعضی ممکنه سوال بشه، کتاب تورات رو، کتاب مقدس رو که از خدا دریافت کرده بود تو این 40 روز، وحی بهش نازل شده بود، تعبیر قرآن اینه: الغل الواح، پرت کرد اون طرف. که بعضی هم میگن حضرت موسی خود اونو چرا پرت کرد اون طرف، خود اون مقدس بوده، چرا این کارو کرد؟ تعبیر قرآن اینه: الغل الواح، اون الواح مقدسه رو پرت کرد اون طرف. و اخذ برأس اخیه یجره الیه، موهای برادرش هارون رو گرفت کشید، گفت برای چی اجازه دادی که اینا اینجوری مشرک بشن؟ 40 روز که من نبودم، تو رو من نگذاشتم اینجا جانشین خودم، چرا مراقب نبودی؟ تون با حضرت هارون، هارون از انبیا بود، جزء انبیای تبلیغی بود، نه تشریعی، شریعت نداشت، شریعت خود حضرت موسی داشت، ولی جزء انبیا بود. یقه او رو گرفت، موهای او رو کشید، گفت چرا اجازه دادی که مشرک بشن؟ ببینید این اون غیرته. بعضی گفتن خب حضرت موسی برای چی اون کتابو پرت کرد اون طرف؟ جوابش اینه که حضرت موسی باید یک واکنش تند نشون بده که یه فاجعه اتفاق افتاده. اگه فقط مثلا بیاد بگه بد بد بد، کار بدی کردی، حواستم چی، فقط مثلا بیاد یه واکنش خیلی سبکی نشون بده از خودش، نمیفهمن مردم که یه فاجعه اتفاق افتاده. خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، شاید شنیده باشید، میگفت یه موقعی یه بنده خدایی اومد به من گفت اتوبوس تهران مشهد تورا نماز صبح وای نستاد برای نماز. من به راننده گفتم که آقا وایسه برای نماز، وای نستاد. آقای قراتی گفت چجوری گفتی؟ گفت رفتم گفتم آقای راننده اگه میشه بزن کنار یه جا به من نماز بخونیم. گفت بشین تا بهت بگم. ما هم رفتیم نشستیم دیدیم آفتاب زد دیگه، دیگه گفتم قضا شد دیگه، تموم شد. آقای قراتی گفت خب اینجوری گفتی؟ گفت بله دیگه، خب اینجوری گفتی. گفت اگه چمدونت افتاده بود از اتوبوس بیرون چیکار می‌کردی؟ میرفتی میکوبیدی جلو داشبورد ماشین، وایسا وایسا وایسا، میرفتی میکوبیدی، یه واکنش تون نشون میدادی. خب تو رفتی اونجا نشستی، خب اومنده خدام راشو کشید رفت.
در مقابل یه عمل بدی که اتفاق میفته واکنش باید متناسب با همو باشه. شرک اتفاق افتاده تو قوم بنی اسرائیل که این همه معجزه دیدن از پیغمبرشون، از حضرت موسی، این همه معجزه دیدن، باش مشرک شدن، گوساله پرست شدن، 40 روز حضرت موسی توشون نبود. لذا حضرت موسی یه واکنش تون باید نشون بده که فاجعه اتفاق افتاده. این همون خشم مقدسه، این همون غیرت دینیه. امیر المومنین علیه السلام، از اهل بید، اهل بید اونجایی که کسی به خودشون ظلم میکرد، یه ظلم شخصی میکرد، زبانم لال، واقعا آدم گاهی موقعا میبینه چقدر بعضی نامرد بودن، میومد جلو چشم امام باقر صورت به صورت وای میساد، نعوذ بالله، بگفت انت بقر، جلوی امام باقر وای میساد، بگفت انت بقر، امام باقر میفهم نه من بقر نیست، من باقر هستم. گفت تو اون کسی هستی که مادرت فلان بود، یه جسارت به مادر امام باقر علیه السلام کرد. اما باقر فرمود اگر مادرم اونجور بود خدا رحم، خدا او رو بیامرزه، و اگر تو داری خلاف میگی، دروغ میگی، خدا تو رو بیامرزه. یه دو سه مورد اینجوری شد، حضرت با 300 جوابش داد، به زانو در اومد، گفت معذرت میخوام، به زانو در اومد. خب ببینید میومدن جسارت میکردن، اهل بیت ظلم شخصی رو که به شخص خودشون بود مدارا و گذشت داشت. تو مسائل خانوادگی گذشت، تو مسائل خانوادگی پیغمبر اکرم به قدری گذشت داشت، به قدری میگذشت که بعضی از زنانش تون میشدن به پیغمبر، تشر میزدن. پیغمبر که خطا نداره که کسی بخواد تشر بهش بزنه، اشتباه نکرده که. پیغمبر لبخند میزد، چیزی نمیگفت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خونه و خانواده، تو خونه زندگی و معاشرت خانوادگی باید اخلاقی باشه نه حقوقی. این مشوار با عظمت سید الشهدا علیه السلام، این مشوار با عظمت مستجاب علیه السلام، یه سلامت دیگری حیات بفرد.